دوستان عزیزان گلم سلام، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. به نسبی هستم و در خدمت هستم با یه پک باز کردن دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ پک بارسلون، که بهتره بگم پک نیمار، و میخوایم نیمار رو بگیریم. اگر یادتون باشه تو این پک باز کردن قبلی که لینکش رو براتون میذارم، با 300 تا سکه تونستیم یه دونه آیکون از باکس منچستر بگیریم و امروز هم امید داریم با 500 تا سکه بتونیم که نیمار جونیور رو به دستش بیاریم. بریم که ویدیو امروز رو شروع بکنیم. خب همونطور که میدونید پک نیمار برای دومین بار هستش که به بازیدار اضافه میشه. برای بار اول این ویدیو که این بالا لینکش میاد، ما تلاش خودمونو کردیم برای به دست آوردن نیمار که نشد. این بار دومیه که ما قراره که به باکس بارسلون حمله بکنیم برای دریافت نیمار. ببینیم که این بار میتونیم نیمار جونیور رو بگیریم یا نه. تریک‌ها و روش‌های زیادی در داخل اینترنت، چه خود یوتیوب چه این ور اون ور، وجود داره که به شما میگن آقا با این تریک میتونید آیکون بگیرید. حالا من یه تریکی من درآوردی همینجوری از خودم میخوام در بیارم، ببینیم که آیا میتونم آیکون بگیرم یا نه. خب وارد قسمت اسکواد منیجمنت خودم میشم و اینجا میخوام یه تغییراتی توی ترکیب ایجادش بکنم. ببینیم چی کار میکنم. اینجا من رو گزینه سوئیچ اسکواد میزنم و حالا این مربی رو میام و انتخابش میکنم. مربی رو که انتخابش کردم، خب اینجا میام تغییر مربی رو میزنم و گواردیولا رو انتخاب میکنم. خب گواردیولا ترکیبش 4-2-1-3 هستش. حالا ببینید چی کار میکنم. تمام بازیکنای توپ سفیدی که دارم رو به ترکیب خودم میام و اضافه میکنم. خب بچه‌ها همونطور که میبینید، من هرچی بازیکن توپ سفید داشتم رو داخل اسکواد خودم چیدم و حتی داخل ذخیره هم همشون توپ سفید هستن. حالا قراره چی کار بکنیم؟ قراره که 3 تا از این بازیکنها رو ریلیز بکنیم. بریم که این کار انجام بدیم. خب بریم سراغ ریلیز کردنشون. برای قسمت مای تیم، قسمت پلیر میشم و بازیکنها حضور دارن و من میخوام چند تای از اینا رو ریلیز بکنم. اجازه بدید اولی رو انتخابش میکنم، یکی از اینجا و بازیکن بعدی اینجا. اینو من میام و ریلیزش رو انجام میدم. خب ریلیزش که انجام دادید، حالا وارد اسکواد میشیم ببینیم که چه اتفاق افتاده داخل اسکوادمون. ببینید یه علامت تقریبا مثل حالت تعجبی اومده بود و اینجا همونطور که میبینید 3 تا بازیکن جاشون خالی هستش. حالا میام چی کار میکنیم؟ حالا برمیگردیم و وارد قسمت اکسترا میشم، رو گزینه یوزر انفورمیشن کلیک میکنم، یوزر پروفایل انتخاب میکنم و اینجا میخوام تیم خودم رو تغییرش بدم. FC بارسلون هستش، میخوام تیم ملی برزیل رو انتخابش بکنم. خب این از تیم ملی برزیل. مرحله بعدی میریم سراغ اسکات ها و 3 تا اسکات رو ساینش میکنیم. خب وارد قسمت اسکات ها میشم و اسکات های تقریبا دو ستاره همین شکل رو 3 تا از اینا رو ساین میکنم. خب اسکات اول، بله، میریم سراغ اسکات دوم، اسکات دو ستاره، این از اسکات دوم توپ سفید داد بهمون و اسکات پایانی هم اسکات تک ستاره میخوایم ساین بکنیم، این از اسکات تک ستاره خودمون. خب بریم الان دیگه سراغ اصل ماجرا و باکس نیمار یا همون بارسلون. برای قسمت ایجنت میشم و اینجا باکس زیبای تیم بارسلونا که تنها 14 ساعت ازش باقی مونده. خب بریم سراغ شانس اول ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب منتظر هستیم تا دیتیلش بالا بیاد برامون. مثل اینکه قرار نیست بالا بیاد، بالاخره بالا اومدش. خب بریم سراغ اولین ترای خودمون ببینیم که چه اتفاقی میفته. در اولین ترای نشد، اولین ترای نشد که ما نیمار جونیور رو بگیریم. ببینیم که چه بازی کنی، یک توپ نقره ای فقط نصیبمون شد، یک توپ نقره ای فقط. این از تلاش اولمون بایرام، تلاش اولمون بود. خب بریم سراغ تلاش بعدی، 4 تا دیگه مونده که خدا کنه بتونیم نیمار جونیور رو بگیریم. خب یه چند ثانیه روی نیمار نگه میدارم و اینجا 100 سکه، 1-2-3. به همین راحتی نشد که ما نیمار رو بگیریم. کشور اسپانیا حداقل بلک، بله بلک بال از تیم بارسلونا شماره 14 کیه؟ فلیپ کوتینیو. خب بد نبود، چون که
تلاش دوممون حداقل تونستیم یه بلک بال رو بگیریم. خب سه تا تلاش بیشتر نمونده و امیدوارم که داخل این سه تا تلاش بتونم نیمار جونیور رو بگیرم. خب دوباره رو گزینه ذره بین کلیک میکنم، دیتیل نیمار رو این بار میام و چک میکنم. خب این از دیتیل نیمار برمیگردیم، یه بار میزنم روی کلایبرت، یه بار دیگه روی کلایبرت و دوباره هم پشت سر هم میزنم روی ریوالدو. خب بریم برای شانس بعدیمون. یک دو سه. ای خدا چرا نمیده آیکون؟ دوباره کشور اسپانیا و این بار یک گولد بال از تیم بارسلونا. فکر کنم دست باشه چهرش که همینجوریه و دست هست. خب آقا دو تا تلاش بیشتر نمونده و کلن من نامید شدم از گرفتن نیمار. ببینیم که در داخل این دو تا تلاش پایانی میتونم نیمار رو بگیرم یا نه. خب بریم سراغ اولین تلاش از دو تا تلاشی که باقی مونده برامون. خب دوباره یه خود اسکرول میکنیم به سمت پایین و اینجا من میخوام قشنگ روی نیمار یه چند ثانیه نگه بدارم. چند ثانیه منتظر میمونی، حداقل یه 7-8 ثانیه بگذره و بعد از اون گزینه ساین رو میزنم. خب فکر کنم دیگه کافی باشه. با امید خدا این بار آیکونه، این 100% آیکونه. بله چه آیکون قشنگی بود، فقط انیمیشن صورتی نداره. خب کشور ایتالیا یه دونه دروازه‌بان ها معمولا پرش میکرده، این چرا پرشی هم نکرده، همینجور تو دستش گرفته. خب ببینید کیه، پاولو پز هست. خب فقط یه دونه مونده، فقط 100 سکی مونده و نیمار و هیچ آیکون دیگه در کار نیستش. خب تلاش آخرمون هم مثل حالت قبلی تکرارش میکنیم، شاید این بار بتونیم نیمار رو بگیریم. خب آقا من امیدی که ندارم. 100 سکه، امیدی که نیست. بعد به همین راحتی 500 تا سکه تموم شد و آیکونی هم در کار نبودش. کشور اسپانیا، بلک بال از بارسلون، دوباره فیلیپ کوتینیو. مبارکمون باشه، دو تا فیلیپ کوتینیو. خب اینم از وضعیت کنامیه و خیلی از بچه هم اومدن سکه جمع کردن و این باکس رو زدن. متاسفانه به هیچ کدومشون آیکون نداده. امیدوارم که به شما حداقل آیکون بده و بتونید نیمار جونیور رو در داخل تیمتون بگیریدش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر تا حالا تونستید از باکس بارسلونا آیکونی بگیرید در قسمت کامنت ها حتما بگید و حتما هم بگید که با چندمین تلاشتون تونستید آیکون بگیرید. دمتون گرم که با من تا پایین ویدیو اومدید. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.